با درود به همه دوستان عزیز و یاران و بزرگوارانی که در این جلسه حضور دارن. ما مشکل غریبی گرفتار شدیم. میگن که چرا شما هر سال کودتای 28 مرداد رو مطرح میکنید و حرف میزنید. برخی حتی پارو فراترم میذارن، میگن اصلا این کودتا نبود و قیام. که خب میدونیم چقدر این حرف چرنده و این دهنکجی به واقعیت هست. اما خب از اون زمان که اصلا این کودتا اتفاق افتاد، سردمداران کودتا هر سند و کتاب که در آوردن خودشون با عنوان کودتا یاد کردن. به قول معروف ارباب رضایت داده، نوکر ارباب رضایت نمیده. اگر امروز ما از کودتای 28 مرداد یاد میکنیم برای چیست؟ فقط از یک رویداد سرنوشت ساز صحبت میکنیم یا مسائل دیگه ای مطرحه؟ به نظرم میخواییم بگیم که چگونه این دشمنان با تبانی و توطئه ایران ما رو از یک حکومت دموکرات و ملی محروم کرد. مصدق و نهضت ملی پس از انقلاب مشروطیت یک فصل انکارناپذیر تاریخی و اینو هیچ کارش نمیشه کرد. این است که یادآوری 28 مرداد فقط ذکر مصیبت یا ذکر گذشته نیست، بلکه داریم پند میگیریم که امروز هم دشمنان داخلی و خارجی ایران همچنان برای از بین بردن موجودیت ایران این بار تلاش میکنند. این بار ما دارای حکومت ملی نیستیم. یه حکومتی ارتجایی بر ما حاکمه. هم باید با اون مبارزه کنیم، هم با دشمنان خارجی. این مشکل ماست. دوباره همون توطئه‌ها و همون اجیر کردن مزدوران در لباس‌های مختلف ادامه داره. ما از کودتای 28 مرداد باید درس بگیریم. چه درسی؟ نگاهی به وقایع اون زمان بندازیم، متوجه میشیم که دشمن با دو حربه به مقابله با نهضت ملی اومد. حربه اولش تبلیغات بوده، دوم اجیر کردن مزدوران برای تخریب. تبلیغات چیز ساده ای نیست. 70 سال پیش اون زمان وسایل و رسانه‌های همگانی مجهز امروزی نبود، ولی اونها از همه وسایل روزنامه ها و رادیو و غیره برای تخریب چهره دکتر مصدق و یاران وفادارش مثل دکتر فاطمی کوتاهی نکردند. مصدقی که با انگلیس در افتاده بود انگلوفیل لقب داده بود. روسا اونو نوکر امپریالیسم آمریکا می‌دانستند. انگلیس میگه او کمونیسته یا راه رو برای کمونیستا داره باز میکنه. اینا به کسی گفته میشد که یک سیاستمدار لیبرال دموکرات به معنای واقعی بود و مخالف دخالت بیگانگان در ایران بود و سیاست موازنه منفی رو دنبال میکرد. مطبوعات آمریکا حتی اونو با هیتلر و موسولینی مقایسه کرد. روزنامه نیویورک تایمز در هر شمارش از او به عنوان یک دیکتاتور یاد کرد، عنوانی که در 25 سال دیکتاتوری شاه یک بارم از اون استفاده نکرد. خب اینا که نیومدن بگن که ما دروغ گفتیم، پوزشی بخوان ابدا. امروز هم کاملا روشنه که آوردن دموکراسی به افغانستان دروغه، آوردن دموکراسی به عراق دروغه، سلاح‌های کشتار دست جمعی که نسبت می‌دادن به عراق دروغ بود. اینا همه دروغ بود. تبلیغات علیه مصدق رو نگاه بکنیم انقدر گسترده بود که بسیاری از دیپلمات‌های بی‌غرض هم باور کرد. دائم عکس او رو با پیژامه می‌انداختن، براش مضمون کوک می‌کردن، انواع تهمت‌ها رو به فاطمی زدن. او رو متهم کردن که به بهائیت تغییر دین داده، نمیدونم از مدرسه میسیونری اخراج شده. خود مصدق گفتن یهودی تبار بوده و همه این به اصطلاح وابستگان و جاسوسان و اینا
انگلیس و امریکا در ایران با مزدورانشون به این شایعات، به این حرفا دامن زد. مسئله دیگه غیر تبلیغات، تخریب در داخل و ترور بود. شاید کلیدی ترین تروری و کاری که انجام شد و بسیار در کودتای 28 مرداد مؤثر شد، روبودن و کشتن افشارتوس توسط بقایی و گروهش بود. میدونیم که در کودتای 28 مرداد نبودن همین افشارتوس چه ضربه‌ای رو زد، چون به جاش سرتیپ دفتری اومد و ریاست شهربانی رو گرفت که به مصدق خیانت کرد و با جمع جور کردن نمیدونم گارد گمرک و غیره و زاله و دیگران تونست خیلی ساده به قول معروف و آوردن عده‌ای از اوباش که اومدن به میدون و غیره، تونستن که رادیو رو بگیرن و مراکز دولتی رو بگیرن و این کودتا رو به ثمر برسن. مسئله روبودن و به قتل رسوندن افشارتوس رئیس شهربانی وقت یکی از اون مواردی است که خیلی مهمه و باید به اون پرداخت، شاید کم پرداخته شد. ما از نظامیهای میهندوز کم نداشتیم. سرگود سخایی رو جناب مصدق یادی ازش کرد و دوستان دیگه هم همجور از سرهنگ ممتاز، خب سرهنگ بزرگ مهر هم همینطور و کهنه سرباز ما آقای مصور رحمانی و غلامرضا نجاتی که تونسته یادداشتهایی رو راجع به نهضت ملی جمع آوری کنه و بنویسه یادشان گرامی. حالا که اسم بزرگ مهر اومد، گرچه ممکنه به حاشیه رفته باشم، ولی اینم بگم که چندی پیش متأثر شدم. دختر ایشون گفتن مجموعه کتابای کتابخونه شخصی بزرگ مهر رو به کتابخونه عمومی آستارا هدیه کرده بوده و اونها کتاب رو در معرض استفاده و مطالعه خواستارانش قرار ندادن و بعد از اینکه اینا پرسجو کردن گفتن که به علت اینکه این کتاب ها فرسوده شده بود ما اینا رو دادیم به اصطلاح بازیافت بشه و خمیر کرد. خب اینم از نهایت محبت علاقه این حکومت به مصدقه. در مجامع بین المللی از کودتای 28 مرداد اسمی برای خودش رو موهق جلوه میده، ازش بهره برداری میکنه، طلبکاره. در داخل حتی از گذشتن نام دکتر مصدق امتناع میکنه، روی یکی از این خیابونا با دشمنی با او و یاد او ادامه میده، چون بدیه خودشون، خود این جماعت از بانیان مشارکت در کودتای 28 مرداد. افشارتوس در بهمن سال 31 از طرف دکتر محمد مصدق به سمت ریاست شهربانی منصوب شد. یک سال بعد یعنی اول اردیبهشت ماه 32 خبر گم شدنش در تهران پیچید. اون افسر لایقی بود، تو جریان آذربایجان مشارکت داشت، انتقاداتی به ارتش داشت، موجب شده بود ترفیعش رو عقب بندازن تا زمانی که پس از 3 سال، تا زمانی که در نخست وزیر دکتر مصدق ریاست شهربانی منصوب شد. ریبتا دوستان نزدیکش از افسران طرفدار نهضت ملی گروهی به نام افسران ملی رو تشکیل دادن و نقش زیادی در جلوگیری از حرکت‌های مخالفان نهضت ملی ایفا کرد. یکی از خدماتش در توطئه 9 اسفند بود که خودش رو به منزل دکتر مصدق رسوند و جلوی تهاجم اوباش رو گرفت. شعبون بیمه تا شعبان جعفری در خاطراتش به این مسئله اشاره کرده که خواستن برن به این بهانه که شاه داره میره و شما بیاین و نگذارید شاه بره. اونجا افشارتوس بهش گفت که بسیار برو خفه شو و برش داد زده و اینا برگشتن. اینا نشون میده که اینا چشم انتظار این هستن که به هر حال
آمریکا و انگلیس براشون دموکراسی بیاره، باید بدونن که دموکراسی که ما در ایران داشتیم توسط همین آمریکا و انگلیس با کودتا از بین رفت. مظفر بقایی با گروهی که داشت نه تنها برای افشاردوست، حتی نقشه کشیده بود که ریاحی، دکتر فاطمی و دیگر افراد به اصطلاح ملی رو اینا رو بدوزن. و به هر حال برای من از ذکر بقایی که و شکنجه و داستانی که واقعا شرم‌آوره با رئیس شهربانی وقت کشور که مرد لایقی هم بود، چقدر وحشیانه رفتار شده و از حتی دادن آب و خضابش خودداری کردم و بعد خفش کردم، میگذرم. دولت برای این که پیدا کنه به اصطلاح بانیان اینو 50,000 تومان مژدگانی گذاشت براش و به دستور خود دکتر مصدق وزیر کشور رو موظف کرد که شخصا این جریان رو های دکتر صدیقی دنبال بکنه. روزنامه اطلاعات اون زمان میگه که جنایتکارها ابتدا به افشاردوست پیشنهاد میکنن که به نحوی اونا رو نزد دکتر مصدق برده و به نحوی عمل کنه تا اونا بتونن دکتر مصدق رو همون هنگام ترور کنن. دکتر مصدق در خاطرات و تعلماتش می نویسه که من با دستگاهی کار می کردم که زیر نفوذ استعمار بود. افشاردوست رو رئیس شهربانی کردم، شاید اصلاحاتی بکنه، اون از بین بردن. و همه بیانات و عقاریدی که متهمین به قتل او در نوار ضبط صوت ضبط کرده بودیم همگی بدون استثناء در دادگاه نظامی تبرئه شد و پرونده قتل او رو بستن. اگر کودتا نمی‌شد، بقایی و همدستانش باید به عنوان قاتل در یک دادگاهی محاکمه و مجازات می‌شد. هدف از کشتن افشاردوست تضعیف حکومت دکتر مصدق و این که بیانگر آن که قادر به تأمین امنیت نیست، چون رئیس شهربانی کشور رو که مسئول امنیت هست گرفتن و کشتن. نه تنها این، یه پیامی هم برای همه نظامی ها داشت که چنین سرنوشتی در انتظار شماست. ترور افشاردوست تأثیر بسیار مؤثری در کودتای بیشتر شمرداد داشت. اگر او زنده میماند این کودتا به آسانی به ثمر نمیرسید. جالب اینجاست که گفته میشه از یکی از کانالهای انگلیس چند سال پیش دست داشتن MI6 در قتل افشاردوست رو یکی از ماموران او که چهرهش البته دیده نشده تایید کرد. اما همین تازگی ها یک ایرانی به نام امیرانی شروع به ساخت یک فیلم مستند برای 28 مرداد کرد و با یکی دو مأمور CIA و MI6 مصاحبه داشت که متاسفانه اون قسمت ها رو هم سانسور کردن و پخش نکردن به دستور دولت انگلیس.